خانم امروز که امتحان نداریم. امتحان نداریم. خدا رو شکر دیمون نمیکنیم. ولی یه دوره میکنیم با هم. اوه، مگه باشگاهی گرفتیم و دست هم جوری داری میخوری؟ معلوم نیست. دیگه یه جوری شده که تو حضور معلمم هر کاری داره تو بخواد میکنیم. بچه ترز چه طرز آب خوردنه؟ خیلی مزه میده. اینجوری اینجوری بخوری سری. زشت خانم معلم نشسته. شخصیت داشت روش. من واقعا دیگه اصلا شما رو تو برنمیارم. به یه ویدیو دیگه از مرکز خرید دات کام خیلی خوش اومدین. امروز اومدیم با اصطلاحات گیمینگ قسمت 4. بگو اسو چرا من یاد گرفتم؟ نه بازی نمی کنم بات. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. بریم ببینیم که امروز قراره چه اصطلاحی با هم یاد بگیریم. برو بریم. خانم منم خوش برات نیست. بریم 3 2 1. با اصطلاح اول از این قسمت شروع میکنم به اسم دانجن. دانجن خطر. مگه دانجر نبود؟ دانجر بود. گفت دانجر. دانجن جن 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 دیگه میگه دانجن. دانجن بپر بالا به معنی سیاه چال یا مقبره. بچه ها دیدین توی بازی یه موقع هایی مثلا با یه سری از موجودات قول پیکر قول آسا برخورد میکنید که باید اونا رو بکشین و در ازای کشتن اون ابرقدرت هایی که توی بازی براتون طراحی کردن بهتون یه پاداشی داده میشه. چه پاداش؟ حالا تو هر بازی یه پاداشی داده میشه. اون جاهایی که شما با اون هیولاها و اینا برخورد میکنین که مجبور میشین باهاشون بجنگین میگن دانجن یا همون سیاهچال و مقبره. یعنی یه جایی که ترسناکه و سخته ولی با بردنش بهتون پاداش میدن. میریم سراغ اصطلاح دوم به اسم دیفیکالتی لول. هم بگم یعنی چی؟ میتونی بگی؟ بگم اگه گفتن این دیگه منفی برای این بزنی. نه من چه رفتی داره؟ حالت هم نمیدنید زیاد. شما اگه الان یه چیزی بگی یه دونه منفیات پاک میشه. منفی رو بس خیلی منفی نه منفی فوری دیفیکالتی لول. شما وقتی بازی میخوای شروع کنی سطح بازی رو میتونی مشخص کنی ایزی باشه نرمال باشه. تو همیشه ایزی میری همیشه بازی بارد نیست که نوبی بد بد. درست گفتم؟ بله درسته. من اگه بخوام توضیحات پسر گلمونو کامل بکنم بعد بهتون بگم که این قابلیت تو همه بازی ها نیست. یعنی همه بازی ها همه بازی ها اینو براتون آزاد نمیذارن که خودتون انتخاب بکنین که مثلا ایزی بازی کنین یا نورمال یا حالا هارد. ولی اون جایی که شما میتونین انتخاب بکنین خب دیگه میرین گزینه‌شو میزنین. اون جایی هم که این آپشن براتون بسته است بر اساس لولایی که رد میکنید همجوری از ایزی میایین بالا و هر چقدر که بیشتر مرحله رد کنین هی سخت‌تر و سخت‌تر میشه و شما رو بیشتر تو چالش میکشه. پس بهش میگن دیفیکالت لول. بله. سوم بهش میگن اپیزودیک. اپیزودیک؟ بله. نه میدونم چی فوشه تو اپیزودیک مثلا مثل داینامیک استاتیک استراتژیک دایناسورک واسه واقعا کم نمیارم. بچه ها اون سریالایی که به صورت فصلی میانو در نظر بگیرین مثلا واکینگ دد دیدی فصلی اومد و بر اساس اون فیلمی که ساخته شد بازی هم براش طراحی شد و منتشر شد. ولی یه سری از بازی‌ها چون تاریخ انتشارشون مشخص نیست و هنوز بازی کامل نشده یا اگه بازی کامل شده خیلی طولانی میشه اگه توی یه پلتفرم بیاد و یهو منتشر بشه واسه همین یه ذره سخته براشون. حالا دلایل خودشونو دارن. واسه همین این جور بازی‌ها رو با این قابلیت‌ها رو میان به صورت فصلی ارائه میدن. مثلا توی یه فصل بخشی از بازی رو ارائه میدن و تاریخ اعلام می‌کنن توی مثلا یه تاریخ دیگه فصل بعدیشو انتشار میدن. به این میگن اپیزودیک. خب اصطلاح بعدیمون اگر کسی جواب بده قطعا مثبت رو میگیره.
آقا یه چیزی من موقع گفتم چرا اینقدر با قاطعیت نگفتم؟ خب حالا اینکه این دفعه میخوام که حالا شاید بتونی این دفعه هم بگی، شک داریم اگه به خودت. اصطلاح بعدی اصطلاح اکسپلویت هست. جان زنگ زدم یه بار که زنگ میزنی بفهم. من بگم اکسپلویت چی میگه؟ اکسپلویت اسمش هر بلد میگه چی آقا جواب بدی تو؟ اکسپلویت دیگه از رو برگیره نو تقلبه که وقتی شما روی کنسولتون بزنی دسترسی تو اون کنسول دارد خیلی بیشتر میشه و باعث میشه بهتر اینا بازی کنی، ولی در یک صورت امکانش هست که کنسول شما بند بشه و اونم وقتی که شما به اینترنت دست میشی. اینقدر تقلب کرده فقط این چیزا رو بلده دوستان عزیز. قشنگ گفت من این مثبت نداره، هیچ منفی هم داره. فعلا که جواب دادم این بازی کن درست گفتم؟ بله خواهش میکنم. اصطلاح بعدی بهش میگن PvP. PvP یعنی بازیکن در مقابل بازیکن. مثلا بیا پی وی من پی وی تو پی وی میشه. آره با هم صحبت کنیم. آره یه سری بازی ها هستن که روی حالت آنلاین میان شما رو در مقابل فردی قرار میدن که اونم دقیقا مثل شما داره آنلاین بازی میکنه، در واقع یه بازیکن رو در مقابل یه بازیکن دیگه قرار میدن و شما اونجا باید با هم دیگه بجنگین یا حالا مبارزه بکنین یا حالا توی یه میشنی با هم دیگه شرکت کنین، هر جور شده باید همدیگر رو شکست بدین. حالا به هر سبکی ببش این معرفی نداره، من مثبتش رو پاک میکنم. پس به این میگن بازیکن در مقابل بازیکن و یا پی وی پی که میخواه تو اختیاره. ششمین اصطلاحی که میخوام توی این قسمت بهتون یاد بدم، ببین اسمش رو میتونی بخونی؟ کیل استریک. باریکلا بهش میگن درجه کشتن. مثلا توی بازی کال آف دیوتی بچه ها گوش میکنین به من، توی بازی کال آف دیوتی شما اگر مثلا براتون شرط میذاره میگه که اگر مثلا سه نفر رو همزمان الان هدشات بکنی من بهت یه آپشن اضافه میکنم توی بازی. مثلا اگر سه نفر بزرم که هدشات بکنی من بهت اجازه میدم که مثلا بتونی موقعیت دشمنا یا همون انمی های توی بازی رو ببینی، یعنی یه جوره چشم سومت میدم و این قابلیت خیلی قابلیت خوبه به خاطر اینکه میتونی پیدا کنی دیگه کسایی که میتونن برات خطر ایجاد بکنن و ولی در ازاش باید یه کاری هم کرده باشی. سه تا هدشات ازت میخواد. همون مهم همونی که نمیتونیم بزنیم. بهش میگن ما میرپانیسیم. اصطلاح هفتم بهش میگن مانا. باشه مانا میدونین چیه؟ بله ماکارونی. ماکارونی مانا خیلی خوشمزه است. پروانه ایش پروانه ایش ببین اون رشته ایش کلوف بود اون برای تو، پروانه ایش برای من، کلوفتش برای من، پروانه ایش برای من. بچه چجوری میتونن از ماکارونی مانا تو بازی استفاده بشن؟ میشه یه ذره فکر بکنین وقتی صحبت میکنین؟ تو مانا چیه؟ شما گفتین مانا چیه؟ ما گفتین ماکارونی. امروز کلاسمون الان چیه؟ مگه گیمر نیستین شماها؟ مگه نه بچه ها یه سری از بازی ها هستن که خط مانا دارن و بهشون میگن حالا مانا. چرا؟ مانا مانا رشته یه خط مانا میشن رشته حالا دور از شوخی یه سری نوارهایی هستش که توی بازی حالا هر جای صفحه امکان داره بهتون نمایش داده بشه و اون یه قدرت جادویی رو توی بازی به حالا کرکتری که دارین اضافه میکنه. مثلا میتونم براتون اینجا بازی لیگ آف لژندز رو مثال بزنم که دقیقا توی این بازی مانا هستش و اون نیرو، اون قدرت یا اون امتیاز جادویی که بهتون توی بازی میده رو توی اون خط نشون میده و هر چقدر که شما مثلا با زدن یه دکمه از اون مانا استفاده بکنی در واقع اون لیمیتش رو کم و کم و کمتر میکنه. ادراس کتا میشه. اصطلاح هشتم رو بهتون میخوام بگم، این خیلی مهمه، یعنی اینو میپرسم دفعه دیگه، اینو میپرسم دفعه از دیگه. دارم الان یادم میمونه، دارم دیگه الان یکی از سوالای سر کلاس باشه دفعه دیگه ول کلا تو حیات مدرسه اینا بهش میگن موبا. من چی بگم؟ اینو ما دینی خوندیم، مثلا میگم مکروه موبا موبا آخرش هی داره هی این نداره بگه اون این موبا 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 ساده موبا خالی. بچه ها موبا مخفف شده یه جمله ملتی پلیر آنلاین بتل ارینا. چجور
میشون همون مبارسه. حالا چرا ما داریم مخفف شدهش رو میگیم؟ بخواهی که من وقتی توضیح میدم شما بیشتر متوجه بشین که کجا دقیقا بعد از موبا استفاده کنیم. موبا محلی هستش که گروه های آنلاین توی اون محل با هم دیگه می جنگن، یعنی با هم دیگه یه جوری قرار میذارن، یه موبایل رو تعیین میکنن که مثلا برن بتلشون رو اونجا برگزار کنن. بیا موبایل 512 شب ببینم بشین نبیا. بچه ها اصطلاح نهم بهش میگن موب. نوب بره نوب، ولی موب من نمیدونم چیه. ببین کی به کی میگه نوب، آخر زمان که میگن اینجاست. دست به من نزن ها، یک بار دیگه انگوشت بیاد تو چشم من. سوسو بدبخت بفهمید دعوا نکن ببخش. آقا علی خواهش میکنم. آقا علی که این شروع کرد سعی میکنم ببخشم. نه دارم میگم نکنه، دارم میگم شخصیت داشته. اصطلاح موب به اون NPC های توی بازی گفته میشه. حالا فرقشون با NPC های همینجوری حالت عادی چیه؟ اینه که هوش مصنوعی دارن. اونایی که توی بازی مثلا میان و به عنوان کسی که حالا میتونه راهنماییتون بکنه یا کسی که مثلا باهاش به مشکل میخورین و مجبورین مثلا باهاش بجنگین، به اینا میگن موب. یعنی مثل یه NPC ساده نیست که همجوری از بغلت رد بشه. مثل GTA نه. مثلا دیدی بعضی را ماشین پیاده میکنی میرن؟ نه اونا نیست، بعضی ها اصلا میزنن. مثلا بیگ سموک جزو NPC هاییه که دقیقا توی بازی GTA هستش. آخه میگم بعضی از خود NPC ساده هاشون هم ماشینشون که برمیداری در میرن، ولی بعضیشون اصلا انمی میشه. این یه دو ترسون ولی اونایی که با میسن میجنگن خود منم. خود منم. خب بچه ها میریم سراغ اصطلاح دهم. خواب که نبودین؟ نه. خسته که نشدین؟ نه. اصطلاح دهم اصطلاح میسته. میست میدونین چیه؟ میس یو مثلا. شما میدونی میز چیه؟ میز میدونم چیه میز. میسیو بچه ها میز اون ضربه های محکمیه که مثلا یهو یه کرکتر مثل شما زدی الان بو میز. آفرین دقیقا و باعث سرگیجه میشه. مثلا کارکترتون یهو میبینی که داره سرش گیج میره به خاطر اون ضربه ای که داره بهش وارد میشه، بهش میگن میز. شخصیت داشته باش دیگه سرگیجه. این دفعه بفهمن علی آقا شما میری اون گوشه وای میستی، من آخر کلاس کارم. اولیات بیان ببینه چی تربیت کردن. بخشی بچا ضربای میستی که امکان داره باعث سرگیجه افراد مثلا توی بازی بشه، یا اون صحنه تار میشه، یا مثلا دیدید توی GTA خیلی داریم همچه صحنه یا که دیگه سرش یا گیج میره حالا باشه دیگه. من حالا دارم میگم یه همچه صحنه یا مثلا سانی سیاد میخوره سرش گیج میره. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. عذرخواهی میکنم به خاطر دو تا شاگرد تنبلم که امروز خیلی اذیت کردم. نمیفهمم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. قسمت 4 اصطلاحا اگر که دوستش داشتین حتما این زیر برامون کامنت بذارین و نظرتتون رو راجبش بگین. تا یه ویدیو دیگه از مرکز خرید.com. خدافظ.